وارد پنل مدیریت وردپرسمون شدیم. حالا چطور این پنل مدیریتی رو مدیریتش بکنیم؟ منیجش بکنیم؟ سلام. خوش اومدید به جلسه بعد دوره آموزش رایگان وردپرس. این صندلی رو یکم باید کوتاه‌تر بکنم. خیلی بلنده. تو جلسه قبلی یاد گرفتیم وارد پنل مدیریتی وردپرس اون بشیم الان میخوایم تنظیمات سایتمون رو انجام بدیم ببینید یه لپتاپ یه موبایل هر چی شما میخری یه سری تنظیمات داره طبیعتاً که باید بری اون تنظیمات رو انجام بدی طبق نیازهای خودت طبق خواستهای خودت مدیریتش بکنیم میخوایم تو این جلسه تنظیمات مربوط به وردپرس رو انجام بدیم یعنی وارد پنل تنظیمات میشیم از اینجا گزینه تنظیمات عمومی رو باز من روی تنظیمات عمومی میزنم یه منوی هستش که اینجا وارد بخش تنظیمات وردپرس اون میشیم چند تا منو داره یه مرور کلی میکنم رو اینا خیلی هم مهم نیست که حتما همه اینا رو تک تک انجام بدین ولی خب یادش بگیرین اگه یه جایی به مشکل خوردین خیلی راحت بتونین برین تغییراتی که میخواین رو انجام بدین عنوان سایت که اسم من هرچی بذارم اینجا اوکیه معرفی کوتاه یه معرفی کوتاه از سایتتون مثلا آموزش برق صنعتی فرض این دوتا آدرس رو تغییر ندین اینجوری نیست که بگین خب اگه تغییرش بدم کلا سایتم آدرسش عوض میشه بر آدرسی که میخوام نه باید برید دامنه بخریم به هاستتون بگین دامنه رو تغییر بده حالا قبل از اینکه به هاست بگین دامنه رو تغییر بده اینجا بیاید آدرس دامنه جدید رو بزنید تغییرش ندین کلا برای از نظر گوگل هم برای سایتتون خوب نیست به هیچ عنوان رو تغییر ندین آدرس ایمیل مدیریتتون رو یا آدرس ایمیلی بذارین که همیشه در دسترسه عضویت دوست دارین تو سایتتون عضو بگیرید اگه دوست دارین عضو این گزینه رو فعال بکنین گزینه هر کسی میتواند نام نویسی کند هر کسی میتونه عضو سایتتون بشه رو فعال بکنید اگه سایتتون نیاز عضو داشته باشه این کار انجام بدید نقش پیشفرض کاربر تازه یه کاربری وقتی ثبت نام میکنه نقش کاربری چی باشه در مورد نقش کاربری تو یه جلسه کامل بهتون توضیح میدم که چی هست زبان سایتتون از اینجا میتونید مثلا انگلیسی کنید طبیعتاً میاد چپ پنل مدیریتتون دوباره باید از اینجا از قسمت لنگویج زبان رو فارسی کنید منوی بعدی مربوط به تنظیم بعدی مربوط به زمان محلیه که شما اینجا باید تهران رو انتخاب بکنید طبیعتا اگه سایتتون فارسی و تو ایران فعالیت داره ساختار تاریخ به چه شکل باشه ساختار زمان به چه شکل باشه و روز اول هفتهتون چه روزی باشه که طبیعتا باید تو ایران شنبه باشه اگه برای سایت خارجی میخوان که باید دو شنبه باشه یا یک شنبه بستگی داره وارد تنظیمات قسمت نوشتن میشیم تو تنظیمات نوشتن یه سری تنظیمات مربوط به نوشتای سایتمون رو میتونیم انجام بدیم دستبندی پیش فرض نوشتامون چی باشه ساختار پیش چی باشه معمولا اصلا وارد هیچ کدوم از اینا نمیشیم و هیچ تنظیمی تو این بخش تغییری انجام نمیدیم خیلی تنظیم به درد بخوریم نیست خواندن اینجا یه سری تنظیمات که حالا تو جلسه بعدی در موردش صحبت میکنیم فقط یکی دو تا نکته است یکی اینکه توی هر برگه وبلاگتون چند تا نوشته باشه یعنی چی ببین مثلا سایت میهم وردپرس رو ما اینجا داریم وارد قسمت آموزش ها میشم اینجا ببینید تو هر صفحه یک دو سه شش نه دوازده تا پست نشون میده بعد صفحه بندی داره تا صفحه های بعدی یعنی برم صفحه دو باز دوازده تا دونه پست میگه چند تا دونه پست دوست داری تو این صفحه آرشیف بهت نمایش داده بشه چند تا بسته حالا به قالب سایتت مثلا من اگه اینجا بذارم 10 تا یه دونه میاد این پایین اضافه میشه سایتو میرزه به هم پس باید یا 9 باشه یا 12 باشه ضریبی از 3 باشه دیگه چون 3 ست تا ستون دارم خب این بستگی داره به حالا قالبی که تو جلسه بعدی انتخاب میکنی بیشتر تعداد نوشته در خوراکی خوراک فید داریم که میشه مثلا آدرس سایتتون اسلش فید میگه تو این فید چند تا پست میخوای نمایش بده که میتونی انتخاب بکنی همون ده تا خوبه برای هر نوشته در خوراک یعنی تو این خوراکی که هست کل نوشته رو نشون بدیم یا چکیده ای از نوشته من میگم چکیده ای از نوشته رو بزنید چون این سری ربات ها هستن میان از سایت تو مطالب رو کپی میکنن اگه همه رو بزنید کل مطالبتون رو قشنگ خوشگل میتونن کپی بکنن ولی چکیده رو بزنید فقط خلاصه پستو رو بهشون نشون میده و خیلی نمیتونن کامل مطالب شما رو کپی بکنن این رو بذارید رو چکیده نمایش به موتورهای جستجو اگه تیکش رو بزنیم سایتتون تو گوگل سبز نمیشه گوگل اجازه نداره محتوای سایت شما رو ببینه میتونین فعلا بزنید ولی یادتون نره یه دو سه روز دیگه ده روز دیگه کار سایتتون که تموم شد طراحیش بیاید دوباره تیکشو بردارید من فعلا میزنم چون میخوام فعلا سایت هم بشینم مدیریت کنم هر موقع خواستم سایت رو تو گوگل ثبت کنم باید این تیکه رو بردارم بریم سراغ منوی گفتگو یه سری تنظیمات هست در رابطه با نظرات سایت نظرات سایت چی هست؟ ببینید من سایت میام وردپرس رو باز میکنم وارد مثلا یه مقاله آموزشی میشه فرض کنید وردپرس فارسی یا انگلیسی این پایین آخر آخر نوشته مردم میتونن بیان یعنی سایت بیان نظر خودشون رو در مورد این پست منتشر بکنن حالا یه پستی که مثلا این پست که نظر داره رو ببینیم هر کسی اومده اینجا تو قسمت نظرات نظر خودش رو گفته مثلا برای تبریک تولد هفت سالگی میان وردپرس اومده نظر خودش رو گفته تبریک گفته و ما بهش جواب دادیم خب. حالا بعدا کامل در مورد نظرات و دیدگاه ها صحبت میکنیم ولی فعلا چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که این تنظیمات مربوط به یه همچین بخشی تو سایت شماست خب کوشش برای آگاه کردن همه وبلاگ هایی که پیوندشان در این نوشته هست اجازه دادن به دیگر وبلاگ ها برای آگاه سازی پیوند و اجازه دیگران برای ثبت دیدگاه دو تا گزینه اول که رو بردارین چرا چون که اگه شما بیاید از یه سایتی یه مطلبی رو حالا یه متنی که متن رو کپی کنید یه لینکی چیزی از اون سایت تو اون پست باشه تو قسمت دیدگاه های اون سایت میره اتوماتیک یه نظر ثبت میکنه میگه من مطلب ازت کپی کردم اگرم گزینه دوم رو فعال بکنید اجازه میده به سایت های دیگه که اگه مطالب شما رو کپی کردن تو دیدگاه هاتون بیان نظر بذارن یکم شلوغکاریه پس برش دارین کلا اجازه به دیگران اجازه میدین بقیه بیان رو پستاتون کامنت بذارن طبیعتا بهتره که اجازه بدیم پس تیکش شو میذاریم باشه نویسنده دیدگاه باید حتما اسم و ایمیل وارد بکنه یا نه تو فرم ارسال نظر یعنی اینجا اینجا که بعد شما تیک شد به دلخواه خودتون دیگه اینا یا کاربر باید حتما لاگین کرده باشن تو سایتتون این ثبت نام کرده باشن وارد سایت شده باشن تا بتونن نظر بفرستن من اینجا مثلا این گزینه رو برای سایت خودمون دیگه رو برداشتم پس کسی تا رو گذاشتم پس کسی تا در واقع ثبت نام نکرده باشه تو سایت من نمیتونه بیاد نظر ارسال بکنه این تصمیم من بستن خود کار دیدگاه ها بعد از مثلا فلان روز بعد از مثلا هفت روز هیچ کسی دیگه نمیتونه روی پستی که من منتشر کردم نظر ارسال کن این تصمیم شماست نمایش انتخاب کوکی های دیدگاه ها یک تیک فعال میکنن اطلاعاتی که وارد کردن اسم و ایمیلشون میمونه تو مرور بعدی خواستن تو سایت شما نظری ارسال بکنن حتی اگه ثبت نام نکرده باشن تو سایتتون لاگین نکرده باشن اسم و ایمیلشون هست دیدگاه های تو در تو یعنی اینجوری تا چه عمقی ما بتونیم به دیدگاه ها جواب تو در تو بدیم به این شکل مثلا ایشون یه دیدگاه فرستاده یه نظر بچه دادن بهش ایشون دوباره بتونه تو در تو هی به این نظر جواب بده تا چه عمقی دوست دارید باشه بیش ورز خودش خوبه دیدگاه ها رو صفحه بندی بکنیم یعنی اگه دیدگاه ها زیاد شد مثلا مقاله مثلا وردپرس چیست خیلی نظر داره رو سایت ما خب اگه ما صفحه بندی رو فعال نمی ببینید اینجا مثلا کلی نظره بعد پایین سه تا صفحه نظره خب اگه ما این گزینه رو فعال نمی کردیم کلی حجم صفحه زیاد می شد همین الانش هم خیلی زیاد شده حجم صفحه ولی خب بیش از کنم فعال بکنید پنجاه تا دیدگاه یعنی نوشتتون اون, اون پستی که می زاری. اگه پنجاه تا نظر رو ارسال کردن بره صفحه دو دیگه بیشتر از پنجاه تا نش. دیدگاه ها رو به ترتیب از کهنه به تازه نمایش بدیم یا از تازه به کهنه. اینکه که جدید هم بیان بالاتر نشون داده بشه هر وقت کسی نظری فرستاد یا نظری نیازمند بررسی بود براتون ایمیل بفرسته سیستم پیشنهاد میکنم بردارید ایمیل الکی براتون ارسال نشه همینجوری پیش از اینکه دیدگاه این که تو سایت نمایش داده بشه دستی میخواین تاییدش بکنید یا نه که حالا تایید کردن نظرات تو جلسات بعدی بهتون میگم اگه فعال کردین دیگه این گزینه رو بردارید همین چیز خاص دیگه ای نداره یه گزینه داره نیمرخ ها که این شکلک هایی هستن که اینجا هستن این نمایش داده بشه نشه اشکال تصادفی باشه چی باشه ذخیره تغییرات همین این قسمت نظرات سایتتون بود که یه سری تنظیمات داشت یکم سری میگم که وقتتون رو اضافی نگیرم بابت یه سری تنظیماتی که ممکن اصلا شما انجامش هم ندین یک دو اینکه حوصلتون سر نره دیگه سری بریم سراغ اصل مطلب که طراحی صفحات سایتمونه قسمت رسانه این تنظیماتی که اینجا هست رو این اندازه بندنگشتی رو فعلا تغییر ندیم بعدا سراغ قالب میایم تغییرش میدیم اندازه میانه صفر باشه لطفا صفر باشه اندازه بزرگ هم صفر باشه برای اینکه اطلاعات اضافی رو سایتتون ثبت میکنه ساخت این پرونده ها اطلاعات اضافی رو سایتتون ثبت میکنه فعلا بذارید همینجوری صفر بمونه که هیچ عکس اضافه ای رو سایتتون نه یا تو سایز های مختلف هی بسازه حجم هاست شما رو پر بکنه پی... مثلا ببین این یه نکته خیلی مهمی بود که اگه انجام نمیدادین ممکن بود سالها بعد متوجه بشین اه چقدر عکس اضافه رو سایت من ساخته شده پس اینه که میگم جلسه رو دقیق نکته به نکته ببینید و خوشحالم که این کار انجام دادید پیوند های یک تا نحوه آدرس دهی صفحات رو سایت شما چجوری باشه مثلا ببین آدرس این صفحه هست میهن wordpress خب چجوری باشه این فرمت این چجوری باشه ساده باشه روز و روز باشه بعد اسم نوشته باشه ماه باشه بعد اسم نوشته عددی باشه چی باشه بهترین حالت ممکن نام نوشته است این گزینه نام نوشته بهترین حالت ممکنه هیچ نیازی هم نیست تغییر خاصی توش ایجاد بکنید زخیر تغییرات بزنید همین اینم هم برای دسته ها بود که اصلا تغییرش ندین پیش خودش خیلی خوبه یه گزینه هم داریم حریم خصوصی که برای قانون GDPR تو اروپا است که اصلا تو ایران استفاده نمیشه پس نیاز نیست کار خاصی انجام بدی. اگر این استفاده از این برگر رو بزنید یه صفحه ای تو سایتتون میسازه به نام برگه حریم خصوصی که توش یه سری اطلاعات در مورد جی آر هست و این قانونی که تو اروپا برای حمایت از مصرف کننده ساخته شده بدم نیست شما تو ایران اینو داشته باشین اگه سایتتون خارجی بین المللی قرار به مشتری های تو اتحادی اروپا خدمات ارائه بکنید یا محصول بفروشین خب طبیعتا اینو باید بزنید همین این کل تنظیمات وردپرس بود تمام بریم سراغ سری جلسه بعدی که میریم سراغ کاری مهمتری که رو سایتمون داریم و ساختار وردپرس رو باهاش آشنا میشیم